سرخط خبرها. باز خواهد شد در سازمان ملل و توضیح خواهیم داد. تنها امنیتی نیست، اقتصادی و سایر مسائل هم هست. حسن روحانی با طرح صلح هرمز به نیویورک رفت. وزیر خارجه ایران میگوید که اگر تحریم ها لغو شود، رؤسای جمهوری ایران و آمریکا دیدار می کنند. حمله نیروهای دولتی افغانستان به مقر طالبان در هلمند. منابع محلی میگویند 40 غیر نظامی کشته شدند. دونالد ترامپ غایب بزرگ نشست سران کشورها درباره تغییرات اقلیمی. دستور جلسه پیدا کردن راهکاری برای کاهش تولید گازهای گلخانه است. و همدستی عرب اسرائیل برای پایان دادن به یک دهه نخست وزیری نتانیاهو. احزاب عرب میگویند از نخست وزیری بنی گانتس حمایت میکنند. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در راه آمریکا است. آقای روحانی گفته طرحی برای امنیت منطقه دارد. وزیر خارجه ایران که اکنون در نیویورک است گفته کشورهای عضو دائم شورای امنیت هم می توانند در این طرح شرکت کنند. جواد ظریف گفته اگر آمریکا تحریم ها را لغو کند، حسن روحانی ممکن است بتواند با دونالد ترامپ دیدار کند. ترش در منطقه خلیج فارس ادامه دارد، اما نگاه ها دست کم فعلا به سمت نیویورک است. جیار گل گزارش می‌دهد. کمپین دیپلماتیک مقامات ایرانی در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. یکی از مخاطبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. ابتکار پیش از ترک تهران به سوی نیویورک برای شرکت در این نشست، رئیس جمهوری ایران از طرح ابتکار صلح هرمز برای صلحی بلند مدت خبر داد. ما در این اجلاس طرح ما برای امنیت منطقه یک همکاری دست جمعی درون منطقه خلیج فارس هست. ما می‌خواهیم همه کشورهای منطقه با هم، البته این طرحی که باز خواهد شد در سازمان ملل و توضیح خواهیم داد، تنها امنیتی نیست، اقتصادی و سایر مسائل هم هست، اما خب در رأسش مسائل امنیتی است. اسمش ابتکار صلح هرمز. محمد جواد ظریف که در نیویورک به سر میبرد، در توضیح طرح پیشنهادی رئیس جمهوری ایران گفته کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هم میتوانند در این طرح شرکت داشته باشند، از جمله آمریکا. حسن روحانی در حالی میخواهد پیشنهاد همکاری امنیتی به کشورهای منطقه در سازمان ملل بدهد که ایران متهم به دست داشتن در حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی شده است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته به احتمال زیاد ایران مسئول این حملات بوده. وزیر خارجه آمریکا هم بار دیگر ایران را مسئول مستقیم حمله به عربستان سعودی معرفی کرد. هیچ فرد منطقی در این شک نمی کند که دقیقاً کی پشت این حملات بود. سازمان‌های اطلاعاتی این را تایید می کنند که به احتمال بسیار زیاد ایران بود. تصاویر نشان دادند که حملات از شمال، از طرف ایران بود. برخلاف وزیر خارجه آمریکا، دونالد ترامپ هنوز حمله مستقیم از ایران به عربستان را تایید نکرده است. وزیر خارجه ایران از طریق رسانه‌های این کشور به رئیس جمهوری آمریکا پیام داده. آقای ظریف به شبکه تلویزیونی CNN گفته حسن روحانی حاضر است با دونالد ترامپ در نیویورک دیدار کند، اما برای این دیدار شروط و پیشنهادهایی مطرح کرده. لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در عوض ایران هم اجازه نظارت دائم بر برنامه هسته‌ایش را می‌دهد. دیروز نیروهای مسلح ایران در سراسر این کشور قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشتند. رهبران این کشور در حالی طرح امنیتی در خلیج فارس با همکاری کشورهای منطقه ارائه می‌دهند که بسیاری از این کشورها به شدت نگران برنامه‌های نظامی ایران هستند. ژیار گل، BBC.
فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی به ما پیوستند از واشنگتن. آقای ندیمی، طرح صلح هرمز بحث‌های متفاوتی و تأمل برانگیزی درش مطرح شده. نقل شده از آقای ظریف که 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هم میتونند عضو این طرح باشن. آمریکا هم یکی از اون 5 کشوره. واقعا ایران داره چراغ سبز نشون میده به حضور آمریکا در خلیج فارس؟ خیلی عجیبه، جزئیات زیادی از این طرح در دسترس نیست. ظاهرا در صبحانه کاری آقای ظریف صحبت‌های کردن، جزئیات در اختیار خبرنگاران قرار دادن، خبرنگاران ایرانی و خارجی. هنوز من متاسفانه اون جزئیات رو ندیدم، ولی در این مورد خاص میتونم بگم یک نوع تناقض وجود داره. جمهوری اسلامی از ابتدا دو اصل مهم رو در منطقه داشته، یکی اصل نابودی اسرائیل هست و دیگری اخراج کردن آمریکا از غرب آسیا. اینو همیشه دنبال می‌کرده و هنوز هم دنبال می‌کنه، جزء یکی از اصول اساسی سیاست خارجی ایران و آرمان‌های انقلابی ایران هست. این موضوع شرکت دادن کشورهای عضو اصلی دائم شورای امنیت از جمله آمریکا در این برنامه و ابتکاری که هنوز ما نمیدونیم جزئیاتش رو، یک مسئله جدید هست و با گفته‌های و اصول پیشین ایران تفاوت بنیادی داره. باید دید که به چه شکل این کار انجام میشه. ولی نکات مبهم دیگه هم هست از این نظر که این طرح به چه شکلی قراره، بر چه مبنایی قراره اجرا بشه. مهم این استش که آیا ایران بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها میخواد این طرح رو به اجرا در بیاره، یا اینکه بر اساس قانون دریایی 1372 خود ایران که فقط ایران به اون قانون اعتقاد داره و باید دید که به چه شکلی از نظر حقوقی این طرح قراره به اجرا در بیاد یا ارائه بشه. اساساً فکر میکنید که چقدر تمایل دارند کشورها و رقبای منطقه ایران برای داشتن چنین طرحی؟ بله، جمهوری اسلامی از یک اصطلاح خیلی استفاده میکنه، فرار به جلو. به نظر من به نوعی برای من همین اصطلاح تداعی میکنه این کار. ایران که در مزان اتهام هستش، اقداماتی انجام داده اخیراً در خلیج فارس، در عربستان، اگر ببینید یه مقدار قابل توجهی عجیب هست که ایران وقتی که سعی میکنه که یک طرح امنیتی برای منطقه به وجود ارائه بده، با هنوز از طرف بسیار از کشورهای منطقه در مزان اتهام هستش که امنیت منطقه رو زیر سوال قرار داده. ما باید فراموش نکنیم که در ابتدا این اقدامات ایران بود که باعث شد که غرب پاش باز بشه به خلیج فارس. غرب حضور نظامی چندانی نداشت، ولی اقدامات ایران و تهدیدهای ایران در سالهای گذشته در مورد بستن تنگه هرمز بود که باعث شد که نیروی دریایی غرب ایالات متحده حضور پررنگتری در منطقه داشته باشن و در نهایت ناوگان پنجم رو در منطقه تشکیل بدن. اگر ایران بپذیره دریانوردی آزاد در منطقه رو، اگر ایران بپذیره تنگه هرمز تنگه بین‌المللی هست، فکر می‌کنم بسیاری از مشکلات خود به خود حل بشه. متشکرم. فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی از واشنگتن با ما. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سخنرانی به مناسبت روز اول مهر و شروع سال تحصیلی گفته حقوق معلمان در دولت او 4 برابر شده و به طور متوسط بیش از 4 میلیون تومان است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفته بودجه وزارت آموزش و پرورش هم 3 برابر شده. پرداخت نشدن حقوق و معوقات معلمان در سالهای گذشته موجب اعتراض آنها شده. تعدادی از معلمان معترض از جمله اسماعیل عبدی و محمود بهشتی ماه‌هاست که در زندانند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، قطعنامه اتحادیه اروپا درباره سرکوب زنان در ایران را یکسویه و غیر واقع بینانه خواند. نمایندگان پارلمان اروپا پنجشنبه به قطعنامه‌ای در محکومیت عملکرد ایران در زمینه حقوق بشر رأی دادند و خواهان پایان دادن به سرکوب زنان در ایران شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که صدور این قطعنامه نشان دهنده ناآشنایی نمایندگان جدید پارلمان اروپا با تحولات جاری در ایران است.
وضعیت حقوق بشر در ایران همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه‌شان از جمهوری اسلامی خواستند که حامیان حقوق زنان و معترضان به حجاب اجباری را که در زندان به سر می‌برند بی هیچ قید و شرطی آزاد کند. آنها همچنین خواستار آزادی شهروندان دو تابعیتی شدند که تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا را هم دارند. رهبران و مقام‌های ارشد جهان امروز در نشست تغییرات اقلیمی در مقر سازمان ملل شرکت می‌کنند. دبیرکل سازمان ملل که میزبان این نشست است، از کشورها خواسته به جای وعده و وعید در این نشست تعهدات قطعیشان برای کاهش فوری گازهای گلخانه‌ای را اعلام کنند. سیاوش اردلان همکارم این نشست را از نزدیک دنبال کرده. برنامه اجلاس چیه سیاوش؟ رانا، به یاد داشته باشیم که این نشست در پرتو اعتراضاتی صورت میگیره که روز جمعه برگزار شده به حضور 4 میلیون نفر که خواستار این بودن که کشورهایی که در این نشست شرکت میکنن برای مهار بحران اقلیمی تلاش کنن. و همین الان که ما صحبت میکنیم حدود 100 نفر در واشنگتن خیابان‌های منتهی به کنگره و کاخ سفید رو به نشانه اعتراض مسدود کردن و به پرتو این هستش که همین دقایق پیش سخنرانی گوترش دبیرکل سازمان ملل تموم شد. او در این سخنرانی گفتش که وعده و وعید ندید، اگه برنامه‌ای دارید به اینجا بیایید. به همین دلیل هم تعداد کسانی که در این اجلاس شرکت کردند کمتر هستش، ولی مهم این هستش که چین، کشوری که 30% سهم در گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین داره، در این نشست شرکت میکنه و توضیح میده که چجوری تکنولوژی‌های خودش رو از زغال سنگ به انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت خواهد داد. یا فنلاند، کشوری که وعده داده تا سال 2030 کربن صفر بشه، یعنی هیچ کربنی تولید نکنه، او هم به اونجا خواهد اومد. و دو قوله بزرگ اقتصادی، هند و آلمان، هم اینجا هستن. هند کشوری است که 6% سهم داره در گرمایش زمین و آلمان کشوری بود که همین روز جمعه صدر اعظمش اولین برنامه مفصل بودجه خودش رو مشتمل بر اختصاص 100 میلیارد دلار ظرف 10 سال آینده از طریق مالیات بر کربن که اولین نوع طرح خودش در جهان هست ارائه خواهد داد. حضور اینها شاید بتونه یک جنبش جدیدی، یک روح جدیدی رو به کالبد این حرکت ایجاد بکنه. نقاط امیدواری به چشمت میخوره در اجلاس امسال؟ همین حضور این کشورها خودش خیلی مهم هستش. در حاشیه این هم یک سری صنایع بخش خصوصی، شرکت‌هایی که زیر فشار هستن، چون می‌دونیم میزان گازهای گلخانه‌ای رو فقط بر مبنای کشورهایی که این گازها رو تولید می‌کنن نمی‌سنجن، بلکه بر مبنای مثلا صنایع مختلفی که سهم دارن در انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای. صنعت کشتیرانی 3% سهم داره، وعده داد که تا سال 2030 کشتی‌های بدون کربن رو وارد بازار خواهد کرد. شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی همین امروز وعده دادن 2000 میلیارد دلار سرمایه خودشون رو از صنایع مربوط به سوخت فسیلی خارج می‌کنن. اینها نقاط کوچک امیدواری است. آره، خب اینایی که میگی همش خیلی خوبه، ولی آمریکا، عربستان، ایران، روسیه، اینا غایب‌های بزرگ این اجلاسن. همین کشورهایی که اسم بردی 25% سهم دارن در گازهای گلخانه‌ای. بله، ترامپ به نشانه دهنکجی نیومد به محل اجلاس، یک مقام سطح پایین رو فرستاد. ایران این کارو نکرد، ولی روسیه کشوری بود که تا الان توافق پاریس رو که 4 سال پیش امضا شده بود رسما حدود 1 ساعت پیش نخست وزیر روسیه اعلام کرد که این توافق رو اجرایی خواهد کرد. حرفای خیلی خوبی درباره لزوم کاهش گازهای گلخانه‌ای زد. ایران هنوز دولتش رسما طرفدار توافق پاریس و کاهش گازهای گلخانه‌ای است. خود قوانین داخلی ایران هم این کشور رو مجاب کرده که گازهای گلخانه‌ایش رو کم بکنه، ولی فعلا به علت مشکلات اداری و اون لایحه‌ای که برای الحاق به توافق پاریس به مجلس تقدیم شده پیوست نداشت، به این علت هنوز این برنامه معلق مونده و نمیدونیم که ایران چیه. ولی نبودن عربستان که خودش به شدت داره لابی میکنه برای صنایع سوخت فسیلی، اینها نگران کننده است. متشکرم سیاوش اردلان در استودیو با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. طرحی که باز خواهد شد در سازمان ملل و توضیح خواهیم داد، تنها امنیتی نیست، اقتصادی و سایر مسائل هم هست. حسن روحانی با طرح صلح هرمز به مجمع عمومی سازمان ملل رفت. همزمان وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا تحریم‌ها را لغو کند، تهران اجازه می‌دهد تأسیسات هسته‌ای‌اش بازرسی دائمی شود. منابع محلی میگویند در حمله نیروهای دولتی افغانستان به مقر طالبان و القاعده در ولایت هلمند 40 غیر نظامی کشته شدند. بیشتر قربانیان زنان و کودکان بودند. در ادامه این برنامه، چند روز تا پایان عمر دولت وحدت ملی، عملکرد این توافق جنجالی چه بود؟
منابع محلی ولایت هلمند در جنوب افغانستان تایید کردند که دیشب در حمله هوایی و زمینی در ولسوالی موساقله این ولایت 40 غیرنظامی کشته شدند که بیشترشان زن و کودک بودند. دولت اما هدف حملات دیشب را افراد وابسته به طالبان و شبکه القاعده خوانده. دفتر والی هلمند تایید کرده که در این حمله 14 نفر از اعضای طالبان و شبکه القاعده کشته شدند، ولی به افراد غیرنظامی هم آسیب رسیده. نسرین نوا از کابل با ماست. نسرین، چه جزئیات بیشتری از این حمله در دسته؟ منابع محلی در ولایت هلمند گفتن که حمله نیروهای افغان و بین المللی تنها به گروه طالبان نبوده، بلکه شب گذشته تقریبا ساعت 10 شب دو موتری که افراد غیر نظامی در او بودن و به یک مراسم شب حنا در منطقه شب و روز ولسوالی موساقلعه می رفتن با کمین نیروهای امنیتی روبرو شدن، و طور که از تصویر موترها معلوم میشه، وضعیت موترها بعد از حمله نشان میده که یک موتر مورد حمله هوایی قرار گرفته، بمباردمان شده، و یک موتر دیگه هم به شکل مستقیم هدف تیراندازی نیروهای امنیتی قرار گرفته و سرنشینان هر دو موتر کشته شدن در این منطقه. همینطور نیروهای افغان و بین المللی در یک عملیات به دو انبار مهمات طالبان در منطقه کنجک ولسوالی موساقلعه هم حمله میکنن که در این حمله ها یک حمله به شکل زمینی هست و یک حمله هم به شکل هوایی هست که آمارهای زد و نقیز در مورد تلفاتی که به گروه طالبان رسیده گزارش شده. البته گفتن که به دلیلی که دوروبر این انبار مهمات طالبان خانه‌های مسکونی بوده، به خانه‌های مسکونی هم آسیب رسیده و تلفات هم به غیر نظامیان اون منطقه که زندگی میکنن وارد شده. رئیس شورای ولایتی هلمند در مورد تلفات غیر نظامیان گفته تا فعلا 40 نفر کشته شده که از این 40 نفر فقط 5 نفرش مردان هستن و بقیه همه زنان و کودکان هستن، و کوچکترین قربانی این حادثه یک کودک 9 ماهه بوده. همینطور دفتر والی در مورد حمله های هوایی و زمینی گفته که 14 شورشی در این حمله ها کشته شدن، به شمول 6 نفر خارجی و 3 نفر هم فرمانده های گروه طالبان. و ریاست امنیت ملی هم امروز یک خبرنامه نشر کرده، گفته که در این دو حمله تانستن که 5 فرد مهم القاعده را بکشن که 3 زن خارجی هم شامل او بوده، و همچنین وزارت دفاع هم گفته 22 شورشی کشته شده که شامل 5 نفر از پاکستان میشه. متشکرم نسرین نوا، خبرنگار ما از کابل. 4 روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شود. در فضایی از کشمکش های سیاسی و افزایش روزافزون ناامنی، رقابت بین 15 نامزد است، از جمله محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس جمهوری و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی. با این انتخابات عمر دولت وحدت ملی پایان می یابد، دولتی که بر اساس یک توافق سیاسی و پس از جنجال های انتخاباتی شدید بین همین دو نفر، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، شکل گرفت. این دو تا چه اندازه به تعهداتشان جامعه عمل پوشاندند؟ دستاوردها و ناکامی‌های دولت وحدت ملی بر گزارشی از علی حسینی. انتخابات جنجالی 1393 در افغانستان در جمهور رئیس، در آینده جمهور رئیس. این دو نامزد با وعده‌های زیاد بیشتر از 6 نامزد دیگر رأی گرفتند. وعده‌های امنیت و اقتصاد خوب. دقیقاً 5 سال و 2 روز از این امضا می‌گذرد. پس از تنش شدید انتخاباتی بین این دو نفر، دولت وحدت ملی تشکیل شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله. دولت وحدت ملی در این سالها آنطور که توافق شده بود نتوانست لویجرگه تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخست وزیری را عملی سازد، همانند بسیاری از وعده های دیگرش. 7 پروژه بندسازی دیگر نیز، گرچه دست حکومت چندان هم خالی نیست، از جمله اصلاح 4 چوب قانونی برای شکل گیری یک اقتصاد قانونی، تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، مدیریت آب، حفظ ثبات نسبی اقتصاد، توسعه زیرساخت‌های شهری، اصلاحات در بخش قانون معادن، تثبیت جایگاه زمین در نظام اقتصادی و رشد تجارت و ترانزیت. هرچند هیچ کدام از آنچه که گفته شد آنچنان که باید عملی نشده.
از دید بسیاری فهرست ناکامی های دولت وحدت ملی طولانی است. از جمله فقر و بیکاری و ناامنی بیشتر شده. بر اساس آمارهای موجود پس از 2014 کمک های توسعوی تا 50% کاهش پیدا کرد و مصرف نظامیان خارجی در داخل مارکت افغانستان بین 70-90% کاهش پیدا کرد. تا سالهای 2012 و 2013 46% نفوس افغانستان زیر خط فقر بودند، ولی امروز این به 54% افزایش یافته. ما تا هنوز متاسفانه در داخل افغانستان نتونستیم یک استراتژی جامعی را در راستای توسعه اقتصادی خلق کنیم. آتش جنگ در 5 سال گذشته گرمتر از هر زمان دیگری است. ده‌ها هزار نفر کشته شدند. حدود 50,000 نظامی و زیادتر از 30,000 غیر نظامی. دولت اما میگوید با وجود خروج ده‌ها هزار نیروی خارجی، نبض امنیت را در دست دارد. حفظ و تحکیم جغرافیای سیاسی و تمامیت ارضی، ایجاد مرکز توحید برای هماهنگی نیروهای سگانه، تدوین و اجرای برنامه امنیتی 4 ساله، ارتقای نیروهای ویژه از فرقه به قل اردو لشکر، بازپسگیری شماری از ولسوالی‌ها از دست گروه طالبان و مبارزه با داعش را دولت جزو دستاوردهای کلانش می‌داند. با همه اینها اما اوضاع امنیتی وخیم‌تر و خونین‌تر از گذشته است. متاسفانه عدم هماهنگی لازم بین نهادهای امنیتی هم از کشف و استخبارات قوات‌های پلیس افغانستان که بیشتر مسئولیت‌های امنیتی شهرها و بیرون شهرها را دارند، با نیروهای مسلح، قوای مسلح یا بخش ارتش افغانستان به شکل لازم شکل نگرفته. بخش دیگری هم ضعف مدیریت بوده که به عنوان اصلاحات کادرها را بسیار سریع تبدیل کردند. همزمان فساد که باش بارها گفته مبارزه شود، هنوز شما شکایت‌های سربازان از عدم پرداخت معاشاتشان داشتین، کمبود تجهیزات داشتین، مهمات به وقت و زمان نرسیده. حکومتداری خوب از همان روزهای اول ورد زبان دولت بود. تهیه قوانین مورد نیاز برای مبارزه با فساد، توسعه حکومتداری الکترونیک، ایجاد 8 شورای عالی، ظرفیت سازی نیروهای بشری، اصلاحات انتخاباتی و اصلاحات عدلی و قضایی. بخش عمده انرژی حکومت در ظرف چند سال گذشته صرف این شد که خلاهای قانونی را و او نیازهای قانونی را که برای حکومتداری خوب و مبارزه با فساد است اونا را تدوین بکنه، تصویب بکنه. عرصه دوم تلاش این بوده که یک زیاد از ادارات که تداخل کاری داشتن و از طریق تداخل کاری منابع ضایع شده او موارده رفع بکنن. اقدامات از قبیل حسابده ساختن افراد است، محاکمه ایشان است، اقدامات متعدد در او عرصه صورت گرفت. در 5 سال گذشته دولت افغانستان همچنان در بین 3 کشور فاسد جهان بوده، جایگاهی که سالهاست حفظش کرده. رهبری سیاسی حکومت یک اراده ضعیف و در موارد فاقد اراده قوی برای مبارزه با فساد بودند. حکومت وحدت ملی در زمینه حکومتداری محلی فاقد دیدگاه، اراده و در موارد ضد حکومتداری محلی بودند. و بزرگترین مشکلی که ما در بودجه ملی داریم بر اساس پژوهش‌های ما و مشارکت دولتداری مشارکت بین‌المللی بودجه 15% مردم نقش دارند، 85%ش معروض به مداخلات و آجنده‌های سیاسی است. دستاوردهای دولت وحدت ملی هر آن اندازه که زیاد باشد، به علاوه ناکامی‌هایان سبب شده که بیشتر مردم در 5 سال گذشته شاهد تغییرات مثبت محسوسی در زندگیشان نباشند. حالا داستان از سر شروع شده. سران دولت وحدت ملی در تلاش هستند با وعده‌های زیاد توجه مردم را جلب کنند. علی حسینی، BBC، کابل. دولت بریتانیا میگوید در پی ورشکستگی شرکت مسافرتی توماس کوک، بزرگترین عملیات بازگرداندن شهروندانش به خانه را در زمان صلح آغاز کرده. توماس کوک، غول مسافرتی بریتانیا، بعد از 178 سال ورشکست شد.
شرکت‌های مسافرتی بریتانیا برای بازگرداندن 150 هزار توریستی که از طریق توماس کوک برای گذراندن تعطیلات به کشورهای دیگر رفته بودند، بسیج شدند. حدود 600 هزار نفر در سراسر جهان به خاطر ورشکستگی توماس کوک دچار مشکل شدند. ورشکستگی این شرکت شغل 22 هزار نفر از کارکنانش را هم به خطر انداخت. نزدیک به یک هفته از انتخابات پارلمانی اسرائیل گذشته و تلاش‌ها برای تشکیل یک ائتلاف برای تعیین نخست وزیر ناکام مانده. امروز فهرست مشترک اعراب در کنست اعلام شد. بدون حضور در ائتلاف با حزب سپید و کبود، آنها از نخست وزیری رهبر آن بنی گانتس حمایت می‌کنند، حمایتی که به گفته خودشان انگیزه اش پایان رهبری بنیامین نتانیاهو است. شبنم شعبانی نگاهی کرده به وضعیت پیچیده سیاسی در اسرائیل بعد از انتخابات هفته پیش. اعلام تمایل فهرست مشترک اعراب از نخست وزیری بنی گانتس رهبر حزب سپید و کبود در اسرائیل خبرساز شده. این فهرست گفته از گانتس حمایت می‌کند بیان که رسماً با حزب او وارد ائتلاف شود. دلیلش آنطور که ایمن عادل اوده می‌گوید، عزم پایان دادن به دوران نخست وزیری نتانیاهو. نزدیک به یک هفته از انتخابات پارلمانی اسرائیل می‌گذرد، اما هنوز پیش‌بینی نام نخست وزیر آینده راحت نیست. با این حال این حمایت هم به خودی خود کمکی به بیرون رفتن از بنبست نمی کند. با توجه به اختلاف های تاریخی و نگاه نسبتاً منفی افکار عمومی اسرائیل به ائتلاف با اعراب کنست، چه بسا این حمایت وضعیت را پیچیده تر هم بکند. مسئولیت اصلی اداره کشور در اسرائیل بر شانه نخست وزیر است، اما قانون رئیس جمهوری را مسئول انتخاب نخست وزیر می داند. حالا رئیس جمهوری نزدیک به یک هفته است در حال مذاکره با احزاب است تا بتواند نخست وزیرش را برگزیند. نگاهی به نتایجی که از صندوق‌های انتخاباتی بیرون آمده نشان می‌دهد شرایط چند اندازه پیچیده است. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی تنها توانسته 31 کرسی کنست را به دست بیاورد. 30 کرسی کمتر از حداقل 60 کرسی که نیاز است تا یک حزب بدون ائتلاف بتواند دولت تشکیل دهد و نخست وزیر معرفی کند. حتی 7 کرسی حزب راستگرای یامینا که میتواند در ائتلاف با لیکود به حمایت نتانیاهو بیاید باز هم گره‌گشا نیست. لیکود برای به دست آوردن کرسی‌های لازم باید با حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن هم ائتلاف کند. آقای لیبرمن اما با نتانیاهو اختلافات اساسی دارد. حزب سپید و کبود به رهبری بنی گانتس مهمترین رقیب لیکود کرسی‌های بیشتری به دست آورده. 33 کرسی که آن هم تا حد نصاب تشکیل دولت فاصله بسیار دارد. قاعدتاً در این شرایط رئیس جمهوری باید به سراغ دو حزب سپید و کبود و لیکود که بالاترین شمار کرسی‌ها را به دست آوردند برود و به ائتلاف ترغیبشان کند. در این شرایط ممکن است نخست وزیری دوره‌ای و بین دو حزب تقسیم شود. گزینه‌های موجود به نظر چشم‌انداز روشنی برای بیرون رفت از این بن‌بست سیاسی در اختیار نمی‌گذارد و بعضی حتی می‌گویند ممکن است یک انتخابات دیگر در راه باشد. این فشارها و هزینه‌های سیاسی‌اش ممکن است حزب لیکود را به این نتیجه برساند که بنیامین نتانیاهو را از رهبری کنار بگذارد. رهبری که مدت هاست در قدرت است و نامش با چند پرونده فساد در اسرائیل هم گره خورده و بسیاری خواهان رفتنش هستند. اما او به سرسختی شهرت دارد. آینده سیاسی اسرائیل به نظر می‌رسد بیش از هر زمان به بنیامین نتانیاهو وابسته است، چه با ادامه حضورش در صحنه سیاست این کشور و چه با کنار رفتنش. شبنم شعبانی، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما.